بسم الله الرحمن الرحیم. ریچارد کورانت میگه که حساب دیفرانسیل و انتگرال حاصل تلاش هنری فکر است که 2500 سال در جریان بوده است. این کل دورانی که برای این حساب دیفرانسیل و انتگرال، البته شما انتگرال نداشتید ولی همین کارهایی که تا الان انجام میدادید اینجا رو بهشون میگفتن حساب دیفرانسیل. خب درس آخر کتاب رسم نمودار توابع است، درس سوم فصل 5. میدانید که هر تابع به ازای هر x عضو دامنش دقیقاً یک مقدار y به دست میدهد، به طوری که y مساوی f x و زوج مرتب x و y یک نقطه در دستگاه مختصات مشخص میکنند. نمودار یک تابع شکلی است که از همه این نقاط x و y به ازای تمام x عضو دامنه ها تشکیل شده اند. ببینید تمام x هایی که عضو دامنه هستند رو اگر بیایید y نظیرشون رو پیدا کنید و x و y رو روی یک دستگاه مختصات نشون بدید و اینا رو به هم وصل کنید، یه نمودار میشه. خب شما نمودار زیاد دیدید دیگه. از آنجا که هر بازی زیر مجموعه R تعداد بیشماری عضو دارد، لذا هیچگاه نمیتوان با قلم و کاغذ نمودار یک تابع را به طور کاملا دقیق رسم کرد. خب اینم که دیگه واضحه، شما هیچ وقت نمیتونید با قلم و کاغذ نمودار را کاملا دقیق دستی رسم کنید. در سالهای گذشته با رسم نمودار توابع خطی و درجه دو با کمک نقطیابی آشنا شدید. در این درس با بکارگیری مطالبی که قبلا گفته شد نقاط مهمی از نمودار تابع را به دست آورده و به برخی ویژگی های آن تابع پی میبریم و با استفاده از آنها شکل تقریبی تابع را رسم میکنیم. پس ببینید هر بازی زیر مجموعه تعداد بیشماری عضو داره، پس ما هیچ وقت نمیتونیم با قلم و کاغذ نمودار تابع را دقیق رسم کنیم، نمیتونیم که تک تک نقاط رو نشون بدیم. بعد تازه نشون دادن اونها هم مصیبتیه، بلفرض که بتونیم وصل کردن اونها به هم، حالا کلا همون رسم نمودار هم به صورت دقیق برای ما با دست امکان پذیر نیست. پس یه شکل تقریبی از تابع رو میتونیم رسم کنیم با کمک ابزارهایی که داریم. مثال نگاه کنید عزیزان، میگه اگر بدانید تابع y مساوی f x به گونه است که برای آن داریم، یک ریشه های تابع به صورت x مساوی 1، x مساوی 0 و x مساوی منفی 2 است و f در همه نقاط مشتق پذیر. ببین ریشه ها یعنی محل های برخورد با ریشه های تابع، وقتی میگه یعنی چی؟ یعنی محل برخورد تابع با محور چی؟ با محور x. پس وقتی به شما گفت ریشه، سریع محل برخورد با محور x رو در نظر میگیرید. پس محور تابع رو کجا قطع کرده؟ محور x رو توی 1 قطع کرده، توی 0 و توی منفی 2 و در همه نقاط مشتق پذیره، یعنی همه جا پیوسته است، حواستون باشه. 2 ریشه های تابع f بریم به صورت x مساوی 1 دوم، x مساوی منفی 6 پنجم است و علامت f بریم بین دو ریشه منفی و سایر جاها مثبت است و f 1 دوم میشه منفی 6 و f منفی 6 پنجم مساوی 2. ببینید عزیزان وقتی که گفته f بریم ریشاش اینان، یعنی چی؟ ببین ریشه f بریم کجا میشه؟ جایی که خط مماس بر منحنی شیبش صفره. خب یعنی الان بذارید من اینو یکم بهتر بکشم، یکم شیب خط مماس بر منحنی صفره، ببینید افقی شد. پس این جاهایی هن که در واقع این داره چی میشه؟ این شیب خط مماس بر منحنی صفره توی 1 دوم و توی منفی 6 پنجم. حالا f منفی 6 پنجم 2ه و f 1 دوم میشه منفی 6. علامت f بریم بین دو ریشه منفی، یعنی بین این دوتا تابع ما نزولیه، خب و سایر جاها مثبت، در بقیه جاها چیه؟ صعودی. ببینید تمام اطلاعات رو شما باید با استفاده از اینا به دست بیارید. f بریم نشان دهنده صعودی و نزولی بودنه. پس وقتی گفته علامت f بریم بین دو ریشه منفیه، یعنی بین این دوتا جایی که شیب خط مماس صفره بینش نزولیه و بقیه جاها تابع ما صعودیه. 3 تابع افزگان تنها یک ریشه در x مساوی منفی 1 سوم دارد،
علامت افزگان در سمت چپ منفی یک سوم منفی و در سمت راست آن مثبته و اف منفی یک سوم میشه 7. پس ببینید یک نقطه عطف داره تو منفی یک سوم. چرا؟ چون علامت در سمت چپ و راستش با هم فرق میکنن و اینکه اف منفی یک سوم هم شده 7. دو تا شرط داشتیم برای افزگان، درسته؟ یکی این که مماس توش وجود داشته باشه، که توی این وجود داره، و علامت افزگان هم در سمت چپ و راست با هم فرق بکنند. پس الان در سمت چپش این منفی علامت افزگان، یعنی تقعر رو به پایین، در سمت راستش مثبت، یعنی تقعر رو به سمت بالا. میگه در این صورت نمودار تابع را رسم کنید. خب من توضیحات لازم رو دادم، حالا حل رو هم بیایید بخونیم. میگه از دو، از این نکته دوم نتیجه میشود که تابع بین نقاط یک دوم تا منفی 6/5 نزولی و سایر جاها سودی است و x مساوی منفی 6/5 یک دوم به ترتیب طول نقاط ماکزیموم نسبی و مینیموم نسبی تابند. چرا بچه ها؟ به این دلیل که اینجا توی این دوتا شیب صفره و این که ببینید بینشون نزولیه، یعنی از منفی 6/5 تا یک دوم تابه داره میاد به سمت پایین. وقتی داره میاد پایین یعنی بالا بوده که اومده پایین، پس منفی 6/5 طول نقطه ماکزیمومه، میاد تا یک دوم میرسه، میاد پایین تا یک دوم و یک دوم میشه طول نقطه مینیموم. پس منفی 6/5 یک دوم طول نقاط ماکزیموم نسبی و مینیموم نسبی هم. از سه، پس من این نتیجه رو من نگفتم بهتون، ولی همونو بهتون گفتم، همون که گفتم شیب خط مماس برش صفره، اون توی نقطه ماکزیموم و مینیموم بود، حواسم نبود بهتون نگفت. از سه نتیجه می شود که تقعر تابع قبل از منفی یکسوم رو به پایینه، چون گفته سمت چپش منفی علامت، و در سمت راستش رو به بالا، چون افریم در منفی یکسوم وجود داره، لزام ماس در این نقطه وجود داره. از کجا میگیم اف پریم وجود داره بچه ها؟ چرا؟ چون بالا خودش گفته تو قسمت دو، توی قسمت یک ببخشید، گفته اف در همه نقاط مشتق پذیره، پس توی یه منفی یک سوم هم مشتق پذیره تابع، درسته؟ پس چون در منفی یک سوم اف پریم در منفی یک سوم مشتق پذیره، یعنی مشتق در منفی یک سوم وجود داره، پس همون حالت دوم که گفتم مماس هم در این نقطه وجود داره طبق حالت اول. پس دوتا شرطمون درستن دیگه، یعنی شرط اول برای اینکه نقطه نقطه عطف باشه چی بود؟ اینکه قبل و بعدش جهت تقعر عوض بشه. شرط دومی بود که مماس وجود داشته باشه. بنابراین x مساوی منفی x هم نقطه عطفه. قبل از رسم شکل میتوان همه اطلاعات فوق را در یک جدول خلاصه کرد. این جدول خیلی مهمه بچه ها. شما با رسم این جدول میتونید خیلی از اطلاعات مسئله رو یک جا داشته باشید. نگاه کنید عزیزان، از منفی بینایت این نقاطی که به ما داده رو همه رو اینجا میاریم، منفی 6/5، منفی 1/3 و 1/2. ببینید ما تو منفی 6/5 میدونیم اف پریم صفره و توی 1/2 هم میدونیم اف پریم صفره. توی این نقاط ما باید دنبال ماکزیموم یا مینیموم بگردیم. خب نگاه کنید اف بریم قبلش مثبت، بعدش منفیه، اینجا هم مثبته. پس ببین اینجا که مثبته این نمودار رو به بالاه، اینجا که بین منفی 6/5 تا 1/2 که منفیه، خب نزولیه، پس اینجا نزولی یعنی رو به پایینه، و بعد از 1/2 هم دوباره اف بریم خودش گفته مثبت، خود سوال گفته، پس این رو به بالا. پس ببین با توجه به این نمودار رو نگاه کن، شما فرض کن یه نموداری اینجا اومده بالا، بعد از اینجا اومده پایین، یعنی چی؟ یعنی نقطه بالایی با بزرگتر از تمام نقاط زیرش، اینجا شیب صفره، تو این نقطه دو شیب صفره چون مشتق صفره، پس این نقطه از نقاط اطرافش بزرگتر، یعنی ماکزیموم، بالاتر ماکزیموم. اینجا چی؟ اینجا داره میاد رو به پایین، نگاه کن فلش ها رو پایین هن دیگه، پس این داره در واقع میاد پایین تا اینجا، تا توی نقطه 1/2 هی میاد پایین، حالا من بد کشتم، هی میاد پایین به این صورت، توی 1/2 میره به سمت بالا، پس این نقطه شیبش صفره، توی 1/2 اف پریم صفره، یعنی شیب صفره و میشه نقطه مینیموم، چون پایین تر از تمام نقاط قرار داره.
به خاطر چی؟ به خاطر این فلش نگاه کن، این فلش میگه میاد پایین، از اینجا میره بالا، یعنی پایین ترین نقطه است دیگه. این هم همینطور میره بالا بعد میاد پایین، یعنی بالاترین نقطه نسبت به نقاط اطراف خودشه. پس این ماکزیموم نسبی، اینم مینیموم نسبی، حواستون باشه. اما نقطه منفی یک سوم گفته چی؟ گفته قبلش افزگان منفیه، بعدش مثبته. خب بعدش که مثبته یعنی تقعر رو به بالا، قبلش که منفی یعنی تقعر رو به پایینه. پس اینجا ما تونستیم بفهمیم که منفی یک سوم هم نقطه عطف ماست. بعد مقادیر، این پایین F رو داریم بررسی میکنیم. توی منفی 6 پنجم F شده 2، توی منفی 1 سوم شده 7 و توی 1 دوم شده 6 دوم. خب با توجه به این اطلاعات و اینکه ریشه های تابع محل برخورد نمودار با محور X هستن، نمودار تابع رو به صورت روبرو رسم میکنیم. ریشه ها رو هم داشتیم، حواستون باشه ریشه هامون کجا بودن. ریشه های این تابع، ریشه های تابع 1 صفر و دو منفی دو، محل برخورد با محور x شان هم داریم. پس نگاه کنیم، میایم با استفاده از این نمودار رو رسم میکنیم. محل برخورد با محور x توی 1 صفر و منفی دو. بعد میایم این نقاط رو نشون میدیم. توی 1 دوم مقدار هست منفی 6 دهم، بین 0 و 1 1 دوم مقدار هست منفی 6 دهم. توی منفی 1 سوم مقدار هست 7 دهم. توی منفی 1 سوم اینجا نگاه کنید، مقدار هست تقریبا 7 دهم. این جاییه که تقعر عوض شده. ببین اینجا تقعر رو به پایینه، میبینید قبل از منفی 1 سوم تقعر رو به پایینه، از منفی 1 سوم به بعد تقعر میره به سمت بالا. پس این میشه نقطه عطف ما. و توی نقطه منفی 1 هم که ما منفی ببخشید 6 پنجم، نگاه کن قبل از منفی 1، یکم قبل از منفی 1 منفی 6 پنجم قبلشه. این جاییه که ماکزیموم ماست، این نقطه ماکزیموم ماست، این هم که نقطه مینیموم ما بود. پس ما با استفاده از این اطلاعاتی که توی سوال داشتیم تونستیم این نمودار رو کامل و تر و تمیز رسم کنیم. همانطور که در این مثال مشاهده کردیم، ریشه ها و علامت توابع F و F زگان کمک زیادی به رسم نمودار تابع می نماید. همچنین حد تابع در بی‌نهایت گویای رفتار و چگونگی تابع در نقاط انتهایی نموداری که رسم می کنیم است. پس ببینید بچه ها، اینجا چند تا نکته مهم به ما گفته. ریشه ها و علامت توابع کمک زیادی به رسم نمودار می کنند. همچنین حد تابع در بی‌نهایت بیان گویای رفتار و چگونگی تابع در نقاط انتهایی نموداری که رسم می‌کنیم. اینجا ببینید حد این تابع را اگر ما بخوایم توی بی‌نهایت به دست بیاریم، توی منفی بی‌نهایت، خب این نگاه کن، این داره از منفی بی‌نهایت میاد بالا، چون این ور تابع صعودیه، درسته؟ صعودی یعنی از یه جایی اومده تا رسیده به دو. از کجا اومده؟ از منفی بی‌نهایت. پس حدش رو اگر توی بی‌نهایت بخوایم به دست بیاریم میشه منفی بی‌نهایت. البته ضابطه به ما نداده بود، اگر ضابطه به ما داده بود بهتر میتونستیم دربارش نظر بدیم، چون بعضی از توابع حالا این به راحتی به دست میاد. ما با توجه به شکل میگیم یه شکلی توی این مایه ها داره، با توجه به اطلاعاتی که بهمون داده بود. ولی خب بعضی از توابع هستن که مثلا نزولی هن یا صعودی هن، ولی به سمت یه عددی میل میکنن و اونها رو داشتن این رفتار تابع در بی‌نهایت میتونه به ما خیلی کمک کنه توی رسمشون. به طور کلی برای رسم نموداری یک تابع همه یا برخی از مراحل زیر رو انجام میدهیم و با توجه به اطلاعات به دست آمده ببین این جدول رفتار، همین جدول بالاییه، جدول رفتار تابع را تشکیل می دهیم و با کمک آن نمودار تابع را رسم می کنیم. پس از اینجا اینا را اصلا کار نداشته باش، از اینجا به بعد و کامل در نظر بگیرید. برای رسم نمودار یه نمودار یک تابع همی یا برخی از این مراحل را انجام می دیم. با توجه به اطلاعات به دست آمده می آیم چیکار می کنیم؟ جدول رفتار تابع را تشکیل می دهیم و به کمک جدول رفتار میایم تابع رو رسم میکنیم. حالا مراحلی که به ما گفته چیه؟ این مراحلی که گفته مراحل زیر چی هن اینا؟ یک، دامنه تابع رو مشخص میکنیم. اول باید بدونیم تابع از کجا تا کجا تعریف شده است. دو، محل تلاقی نمودار را با محورهای مختصات مشخص میکنیم، یعنی ببینیم محور وای رو کجا قطع میکنه، محور ایکس رو کجا قطع میکنه. 3. F پریم را به دست می آوریم و با تعیین علامت آن بازهایی که F بر آنها صعودی یا نزولی است را مشخص می کنیم. چنین کاری را تو سوال قبلی کردیم. 4.
نقاط بحرانی و اکسترموم های نسبی تابع را به دست می آورید. در صورت وجود ممکنه تابعی نقطه بحرانی نداشته باشه، اکسترموم نسبی اصلا نداشته باشه. 5. افزگان را به دست می آوریم و با تعیین علامت آن جهت تقعر تابع در بازه‌های مختلف را مشخص میکنه. پس ما اول میایم اف پریم رو به دست میاریم تو این قسمتی که این قسمت بحثمون. اف پریم که به دست اومد صعودی نزولی بودن رو مشخص میکنیم و بعد نقاط بورانی و اکسترموم ها ماکسیموم مینیمم های نسبی رو به دست میاریم. بعد میایم افزگان رو به دست میاریم تا ببینیم تقعر رو به کدوم سمت، بالا پایین کجاست، توی چه بازی تقعر رو به بالا کجا رو به پایینه. 6. نقطه عطف تابع را مشخص میکنیم. اگر داشته باشه، بازم ممکنه نقطه عطف داشته باشه ممکنه نه، به چه دردمون میخوره؟ به این درد میخوره که ما بفهمیم کجا رفتار تابع داره عوض میشه، کجا تقعرش داره عوض میشه. 7. رفتار تابع را برای مقادیر بسیار بزرگی x و بسیار کوچکی x مشخص میکنیم در صورت وجود. یعنی اگر که به ما داده بود مثلا بگه x میره به سمت مثبت بی‌نهایت یا x میره به سمت منفی بی‌نهایت، اگر چنین چیزی به ما داده میتونستیم با استفاده از اطلاعات مسئله چنین چیزی رو به دست بیاریم، به دست میاریم. گفتم چون بعضی وقتا توی بی‌نهایت مثبت x مقادیر fx به یه چیزی نزدیک میشن، یعنی یه حد بالای کران بالا دارن، و بعضی وقتا تو مقادیر منفی بی‌نهایت میان به یه چیزی نزدیک میشن. مثلا شما تابع 2 به توان x رو که بلدید، تابع 2 به توان x به این صورت تقریبا، ببینید از این سمت میره به سمت مثبت بی‌نهایت، ولی وقتی که x اش بره منفی بی‌نهایت این داره میاد به چی نزدیک میشه؟ این x ها میرن به سمت منفی بی‌نهایت، مقادیر وایش میان به صفر نزدیک میشن. پس بعضی توابع هستن توی بی‌نهایت ها به عددی نزدیک میشن. یا مثلا حالا یه سری نمودارا که الان دیگه نداریدشون، مثلا نمودار وارون تانژانت رو اگر شما رسم میکردید توی یک بازی خاصی، توی حالا یه اگه تانژانت رو توی بازی خاصی تعریف کنید و بیاید وارونش رو توی بر اساس اون وارونش رو به دست بیارید، اونم همینطوره. مقادیرش وقتی که x میره به سمت بی‌نهایت به یه چیزی نزدیک میشه، y بره به سمت x بره به سمت منفی بی‌نهایت هم به یه چیزی نزدیک میشه. پس رفتار تابع رو برای مقادیر بسیار بزرگی است و بسیار کوچک x مشخص میکنیم، این حدش توی بی‌نهایت است. 8. معادلی مجانبای تابع را به دست میاریم. مجانب افقی و قائمش را اگر داشته باشه به دست میاریم. 9. تنظیم یک جدول که با خلاصه کردن اطلاعات توابع f، f پریم و افزگان در آن تشخیص چگونگی شکل نمودار آسان تر میشه. همین جدول رفتاری که بالا گفتیم. 10. رسم نمودار با استفاده از اطلاعات قسمت های قبل. و 11. در صورت نیاز، حالا اگر همه اینا رو داشتیم و نمیشد قشنگ تابع رو رسم کرد، از نقاط کمکی هم استفاده میکنیم. پس اینها چی هن الان بچه ها؟ اینایی که الان من علامت زدم مراحل رسم نمودار هستن که خیلی مهمه. مراحل رسم نمودار یک تابع. حالا بچه ها ممکنه توی یک سال همه اینها به کارمون نیان، ممکنه بعضی از اینا با کارمون میان. وقتی میخوایم یه سوال حل کنیم ممکنه همه با کار نیان و فقط بعضی از اینا با کارمون بیاد. پس به این نکته دقت کنید. خب بریم ادامه. صفحه بعد، صفحه 139. مثال: نمودار تابع fx مساوی x را رسم کنید. یه تابع خیلی رند و خوشگل رو به شما داده. حل: دامنه این که معلومه، آره، دامنه این تابع تمام اعداد حقیقی است و این تابع در تمام دامنهش پیوسته و مشتق پذیر است. خب اینو از قبل بلدیم. حال با به دست آوردن اف پریم و افزگان و ریشه های آنها و تعیین علامت آنها جدول رفتار تابع را تشکیل می دهیم. خب اف ایکس که بشه ایکس سه، اینو مساوی صفر قرار بدیم. ایکس مساوی صفر چیه؟ محل برخورد نمودار با محور مختصات. ایکس رو بدید صفر، اف ایکس هم میشه صفر. پس صفر و صفر محل برخورد نمودار این با محورهای مختصاته. خب حالا این تابع به این صورته، ولی اگه یه تابع دیگه بود باید یه بار ایکس رو صفر میدادید وای رو به دست میوردید و یه بار وای رو صفر میدادید ایکس رو به دست میوردید که محل برخورد با محور وای و محور ایکس مشخص بشه.
مشتق میگیریم، مشتقش میشه 3x، تو مساوی 0 قرار میدیم، x میشه 0. پس مشتق کجا 0؟ توی 0. مشتق 2 میگیرید مساوی 0 قرار میدید، بازم میشه چی؟ 0. نقطه 0 شانس این رو داره، چون مشتق دومش 0 شده، شانس این رو داره که نقطه عطف باشه. باید بررسی کنیم. خب میایم چیکار میکنیم؟ میایم اینجا جدول رو رسم میکنیم. جدول رو که رسم کردیم، بعد این بچه ببینید نیازی نیست تو بی‌نهایت ها بررسی بشه. چرا؟ چون تو مثبت بی‌نهایت میشه مثبت بی‌نهایت، تو منفی بی‌نهایت هم میشه منفی بی‌نهایت. پس اصلا بی‌نهایت هاش نیازی به بررسی کردن ندارن، به جای محدود نمیشه. خب این x و پس تنها xی که ما اینجا ای به دست میوردیم توی صفر بود، بعد از x های این ور مثبت بی‌نهایت اومدن منفی بی‌نهایت. اما رفتار f بریم چی؟ توی صفر f بریم میشه صفر. خب f بریم صفره، درسته؟ ریشه هم f بریم هم افزگان، افزگان هم میشه صفر. بعد ببینید اینجا f بریمون هست 3x2، یعنی همه جا مثبت، فقط توی صفر صفره. پس قبل از صفر این مثبته، بعد از صفر هم این چیه؟ مثبته. این به ما چی میگه؟ این f بریم به ما میگه آقا قبل از صفر مثبت، یعنی تابع صعودیه، بعد از صفر هم مثبت، یعنی باز هم صعودیه. ببینید اطراف این نقطه صفر رفتار تابع از نظر صعودی یا نزولی بودن تغییری نکرد. پس نتیجه میگیریم که صفر یک نقطه اکسترموم نیست. پس چون اطراف نقطه صفر وضعیت صعودی و نزولی بودن تغییر نکرده، پس صفر نقطه اکسترموم نیست، یعنی نه ماکزیموم و نه مینیموم. از طرفی افزگان نگاه کن، قبل از صفر، قبل از صفر 6x منفی، مثلا تو منفی 1 6 تا منفی 1 میشه منفی 6. پس قبل از صفر اینا منفی ان، افزگان 6x منفی، و بعد از صفر چیه؟ مثبت. پس بعد از صفر تقعر رو به بالا، قبل از صفر تقعر رو به سمت پایین هست. پس نتیجه میگیریم که چی؟ افزگان توی صفر گفتیم قبلش تقعر رو به پایین و بعدش رو به بالا، پس توی صفر نقطه عطف داره. نقطه عطف دو تا شرطش رو باید بررسی میکردیم دیگه، یکی این که تغییر تقعر میداد، یعنی از نظر تقعر عوض میشد، اینجا تقعر رو به پایین قبل صفر، بعد صفر رو به بالا، پس تقعر عوض شده. و نکته اولی که باید میداشت، شرط اولش این بود که اف بریم توی صفر موجود باشه، که میبینید اف بریم توی صفر موجود و مساوی صفر است. پس دو تا شرط داره این نقطه، نقطه عطف هست. خب اما پایین یه سری توضیحات داده، میگه این تابع همواره صعودی است و اکسترموم نسبی نداره، چیزی که بهتون گفتم. از طرفی حد اف ایکس تو مثبت بینهایت میشه مثبت بینهایت، تو منفی بینهایت هم میشه منفی بینهایت، لذا دو شاخه انتهای نمودار در ربع های اول و سوم قرار دارند. میتوان برای دقیق تر شدن شکل نقاط بیشتری از منحنی را به دست آورد، نقاط تکمیلی محل آخر. مثلا بیایید ایکس رو بدید 1، ایکس به توان 3 هم میشه 1، ایکس رو بدید منفی 1، ایکس به توان 3 هم میشه منفی 1، منفی 1 به توان 3 میشه منفی 1. نیز بر نمودار تابع واقعا، با توجه به آنچه گفته شد میتوان نمودار تابع وای مساوی ایکس به توان 3 را به صورت مقابل رسم کرد. پس توی صفر ببینید، توی صفر تقعر عوض میشه، بعد از صفر تقعر رو به بالا، قبل از صفر تقعر رو به پایینه. خب توی یک مقدار وای یک، تو منفی یک منفی یک، با کمک این میایم تابع رو چیکار میکنیم؟ نمودارش رو رسم میکنیم. خب بریم سراغ مثال بعدی. میگه جدول رفتار و نمودار تابع اف ایکس مساوی ایکس منهای یک به توان دو در ایکس به علاوه 3 را رسم کنید. حل: دامنه این تابع آر است. خب این یه تابع چند جمله‌ای میشه، دامنش هم میشه آر، چون اگر اینو به توان دو برسونید در این ضرب کنید یه چند جمله‌ای میشه. و هموارم خب تابع چند جمله ای، دامنشون آره، همواره پیوستن و هموارم مشتق پذیرن. خب ریشه هاشو به دست میاریم، اینو مساوی صفر قرار بدیم، اف ایکس رو بذارید صفر، ایکس منهای یک به توان دو، ببین یا این صفره، ایکس منهای یک میشه صفر، از اینجا ایکس میشه یک، یا ایکس به علاوه 3 میشه صفر، که از اینجا ایکس میشه منفی 3. دقت کنید ایکس منهای یک رو بذارید صفر به توان دو، خب توان دو، خب از دو طرف رادیکال بگیرید، اون رادیکال صفر میشه صفر،
یعنی مثبت منفی نداره، صفر عددیه که فقط یه ریشه داره، اونم خودشه. پس به این خاطر یا f x رو بذارید صفر، x یا 1 یا منفی 3 هست. خب اینو بذارم این بالا. بنابراین محل برخورد با محور x ها کجاست؟ نقطه‌ای به طول منفی 3 و عرض 0، نقطه‌ای به طول 1 و عرض 0. محل برخورد با محور x هست. بعد x رو میدید 0. اگر x رو بدید 0، این که میشه 0 در منفی 1 به 0 منا 1 میشه منفی 1 به توان 2 میشه مثبت 1، اینم 0 به علاوه 3 میشه 3، میشه 3 1 3 تا. پس y میشه 3. پس محل برخورد با محور y هم میشه نقطه‌ای به طول 0 و عرض 3. اما حالا میایم ازش مشتق میگیریم، مشتق میشه مشتق اولی در دومی به اضافه مشتق دومی در اولی. مشتق اولی میشه دو برابره x منا 1، مشتق x منا 1. ببینید بخوایم مشتق بگیریم، این دو برابره مشتق این چی میشه؟ میشه 1. خب میتونیم ننویسیمش، دو برابره u پریم ضرب در u به توان n منا 1، از توان این یه دونه کم بشه میشه x منا 1. خب مشتق اولی ضرب در دومی که x به علاوه 3 به علاوه مشتق x به علاوه 3. ببین مشتق x که میشه 1، مشتق 3 هم میشه 0، یک به اضافه صفر هم میشه خود یک. پس مشتق دومی در اولی میشه یک در همین، میشه به علاوه x منها یک به توان دو. پس نگاه کنید میشه دو برابر x منها یک. این یکه رو گفتم میتونیم نذاریمش هم، دو برابر x منها یک در x به علاوه سه به علاوه x منها یک به توان دو. دقیقا همین چیزی که ما برای مشتقش به دست آوردیم. اما حالا اینو بخوایم ساده سازی کنیم بچه ها، میتونیم بیایم فاکتور گیری کنیم. چطوری؟ نگاه کنید x منها 1 رو اینجا میبینید، این x منها 1 داره، این هم x منها 1 داره. این 2 رو شما در x به علاوه 3 ضرب کنید، این 2 رو در x به علاوه 3 ضرب کنید میشه 2x به علاوه 6. درست شد یا نه؟ پس الان 2 در x به علاوه 3 شد 2x به علاوه 6، این در x منها 1 ضرب میشه. حالا اینم x منها 1 داره، من بیام از x منها 1ش فاکتور بگیرم، از اولی چی میمونه؟ 2x به علاوه 6. از دومی چی میمونه؟ از x منها 1 که فاکتور بگیرم یه دونه x منها 1 دیگه میمونه به اضافه x منها 1. پس ببینید از یه x منها 1 تو این دوتا عبارت فاکتور گرفتم، این عبارت شده بود x منها 1 در 2x به علاوه 6، اینم از x منها 1 به توان 2. از x منها 1 که فاکتور بگیرم از اولی 2x به علاوه 6 میمونه، از دومی x منها 1 دوتا بوده، یکیش رفت یکی دیگهش میمونه. پس میشه x منها 1 در 2x به علاوه 6 از اولی و x منها 1 از دومی. خب حالا اینو ساده میکنم، اولی میشه x منها 1 این خودش، 2x با 1x میشه 3x، 6 منها 1 هم میشه چی؟ 5، مثبت 5. حالا اینو مساوی 0 قرار میدم، اینو مساوی f پریم x و مساوی 0 قرار بدم، خب یا x منها 1 0 یا 3x به علاوه 5. x منها 1 0 باشه که x میشه 1، 3x به علاوه 5 0 باشه 5 میره اونور میشه منفی 5 تقسیم بر ضریب x میشه منفی 5 سوم. پس الان من نقاطی که شانس اکسترمون بودن رو دارن رو به دست آوردم. ببین توی x مساوی 1 و x مساوی منفی 5 سوم این میتونه اکسترمون داشته باشه. خب پس این نقاط رو فعلا به دست آوردیم، نقاط برخورد با محورهای x و y رو به دست آوردیم، نقاطی که شانس اکسترمون بودن دارن رو، ماکسیمم مینیمم بودن رو دارن رو هم به دست آوردیم. حالا بریم صفحه 5، صفحه 140. لذا نقاط 1 و 0 و منفی 5 سوم و 256 27 نقاط برانی هن. پس ببینید میایم به جای توی معادله اصلیمون، توی این یه بار x رو میدیم 1 بدیم خب این میشه 0، اینجا داشتیم 1 و 0 نقطه برخورد با محور x که اتفاقا یه نقطه بحرانی هم هست. بعد به جای x میذاریم منفی 5 سوم، این میشه منفی 5 سوم منهای 1 میشه منفی 8 سوم به توان 2 در منفی 5 سوم و علاوه 3 که میشه منفی 2 سوم. اینو که ضرب کنیم چی میشه؟ پس این میشه منفی 5 سوم منهای 1 به توان 2 میشه منفی 8 سوم به توان 2، اینم منفی 5 سوم به علاوه 3، 3 تا 9 تا با 5 تا منهای 5 میشه 4 سوم. 8 سوم به توان 2 برسه مثبت میشه، میشه 64 نهم، ضرب در 4
سوم 64 تا 4 تا میشه 256 تا، 9 تا هم 27 تا. پس میشه چی؟ میشه نقطه ای به طول منفی 5 سوم و عرض 256 27 تا. پس این دوتا نقطه نقطه بحرانی هست، نقاطی که شانس اکسترمون بودن دارن. بعد میایم افزگان رو به دست میاریم. افزگان رو چطور به دست میاریم؟ میایم از تابع مشتق چیکار میکنیم؟ میایم از تابع مشتق یه مشتق مجدد میگیریم. به به، خب تابع مشتقش که این بود x منهای 1 در سه x به علاوه 5 شد دیگه، درسته یا نه؟ مشتق اولی در دومی که میشه مشتق x منهای 1 مشتق منفی 1 که 0، مشتق x هم که میشه 1، میشه همون 3 x به علاوه 5. مشتق دومی در اول مشتق 5 0، مشتق 3x هم میشه 3، 3 در x منهای 1. پس مشتق دومش رو نگاه کن به این صورت میشه، میشه 3x به علاوه 5 به اضافه 3 تا x منهای 1. خب اگه ساده کنیم این که میشه 3x منهای 3، 3x با 3x میشه 6x، 5 منهای 3 هم میشه چند؟ 2، شد 6x به علاوه 2. مساوی 0 قرارش میدیم. خب اینو مساوی 0 قرار بدی، 2 میره اونور، 6x به علاوه 2 بشه 0، 2 میره اونور، 6x میشه منفی 2 و به 6 تقسیم کنید، این با این میره x مساوی میشه با منفی 2 6 که میشه منفی 1 سوم. بچه من اینا رو سعی میکنم این نکات ریزش رو هم بگم، حل های ریز رو هم بهتون بگم که بدونید چه اتفاقی رخ داده. خب پس به ازای منفی یک سوم الان افزگان صفر، یعنی منفی یک سوم نقطه یه که شانس نقطه عطف بودن داره. خب پس اینم باید بررسی بشه. از آنجایی که مماس برمانهنی در نقطه x مساوی منفی یک سوم وجود دارد و افزگان، نگاه کن افزگان که این بود قبل از منفی یک سوم، جایی که این صفره، قبل این باید مخالف علامت 6 باشه، یعنی قبلش منفی افزگان و بعد از منفی یک سوم افزگان مثبته. این رابطه 6x به علاوه 2 قبل منفی یک سوم، یعنی صفر بدید، مثلا صفر بدید، ببخشید منفی 1 بدید، 6 تا منفی 1 میشه منفی 6 با 2 میشه منفی 4، و قبلی منفی 1 سوم مقدارش منفی بعدش صفر بدید، این میشه 2، مثبت 2. بعد این مقادیر مثبت میشن. پس نتیجه میگیریم که افزگان قبل از این منفی، بعد از این مثبت. قبل این منفی تقعر رو به پایین، بعد این مثبت تقعر رو به بالا. پس توی منفی 1 سوم جهت تقعر عوض میشه. از طرفی گفتیم تابع اصلیمون مشتق پذیر همه جا، درسته یا نه؟ چون همه جا مشتق پذیره، پس نتیجه میگیریم که توی منفی یک سوم هم مشتق پذیر، یعنی مماس داره. چون توی منفی یک سوم مماس داره، پس از آنجا که مماس برمانهنی در نقطه x مساوی منفی یک سوم وجود دارد و افزگان در دو طرف x مساوی منفی یک سوم تغییر علامت میدهد، نقطه منفی یک سوم و 128 27 منفی یک سوم رو اوورد توی تابع اصلی قرار داد، توی این قرار داد و به جای x گذاشت منفی یک سوم، منفی یک سوم منهای یک میشه منفی 4 سوم، به توان 2 برسه میشه 16 نهم، منفی یک سوم به علاوه 3 هم میشه 8 نهم. خب ضرب کنید 16 تا 8 هم میشه 128، میشه 128 27. پس اگر x باشه منفی یک سوم، به جای x بذارید منفی یک سوم، حاصل این میشه 128 27. پس x منفی یک سوم باشه fx میشه 128 27. پس نقطه منفی یک سوم و 128 27 نقطه عطفه. چرا؟ چون بعد از گفتیم دوروبر نقطه منفی 3 تغییر علامت میده افزگان و توی منفی یک سوم هم مماس بر منحنی وجود داره. از طرفی خب اینو بیاید مقادیر اف ایکس رو تو منفی بی نهایت و مثبت بی نهایت به دست بیارید، دو تا هم علامت، تو مثبت بی نهایت اف ایکس میشه مثبت بی نهایت، تو منفی بی نهایت هم اف ایکس میشه منفی بی نهایت، با توجه به تابع اصلیمون که این هست. خب این همیشه مثبته، تابع رو این تعیین میکنه، توی مثبت و منفی بی نهایت، تو مثبت بی نهایت میشه مثبت بی نهایت، تو منفی بی نهایت هم میشه منفی بی نهایت. خب میایم حالا جدول رو رسم میکنیم. x توی این سه تا نقطه‌ای که به دست آوردیم منفی 5 سوم، منفی 1 سوم و 1، مشتق رو میایم بررسی میکنیم. خب مشتق ما میدونیم بین منفی 1 5 سوم و 1، خب ببینید f پریم کجا رفت؟ f پریم اینه، درست یا نه؟
این یه درجه دو میشه بین ریشه ها، چون x در 3x2 میشه 3x2 دیگه، پس ضریب 3 رو باید در نظر بگیریم با عنوان ضریبش. این ضریب x2 اینجا مثبت هست. خب شما بذارید من اینو براتون یادآوری کنم. اگر یه رابطه داشتید ax2 به علاوه bx به علاوه c، میخواست اینو تعیین علامت کنید، ضریب x2 یعنی a رو در نظر میگرفتید. وقتی دوتا ریشه دارید بین مثلا ریشه ها x1 و x2 باشن، بین اینا مخالف آه، مخالف علامت ها، بعد اینا موافق آ و این هم موافق آ هست. پس بین این دوتا ریشه وسطش مخالف آ، این طرف اون طرف موافق آ. الان شما اگه بیاید این رو به صورت درجه دو بخواید بنویسید، x ضرب در 3x میشه 3x به توان دو. پس الان ما دیگه کار، ببین ما فقط کار با ضریب x2 داریم یعنی آ، کاری با bx و c نداریم. ما دیگه x در 3x میشه 3x2، ضریب x2 میشه 3 مثبته. پس بین دوتا ریشه مخالف این یعنی میشه منفی، بین این دوتا علامت منفیه و بعد اینا علامت چیه؟ مثبت هست. پس نگاه کنید الان بین منفی 5 سوم و 1 که ریشه های ما بودن علامت منفیه، دو طرفشون علامت مثبته، بعد 1 مثبت، قبل منفی 5 سوم هم مثبت. این همش برای چیه؟ برای اف بریمه. خب اف بریم چی رو نشون میده؟ صعودی نزولی بودن. اینجا که اف بریم مثبته پس صعودیه، اینجا که منفیه نزولیه تو این دوتا، و بعد از یکم که مثبت این صعودیه. بچه حواستون باشه بین منفی 5 سوم تا 1 ما طبق چیزی که اینجا گفتیم ریشه هامون منفی 5 سوم 1 اند دیگه، یعنی x1 که مون الان هست منفی 5 سوم، x2 مون هست 1، پس بین اینا منفیه. حالا اینجا اومدی 1 سوم هم گفته ما کاری با 1 سوم اصلا نداریم، 1 سوم یه نقطه است برای خودش، ما کار با منفی 5 سوم و 1 داریم. بین این منفی، خب یه نقطه جدیدی هم اومد، ما میگیم خب باز بین منفی 5 سوم منفی 1 سوم منفیه، بین منفی 1 سوم تا 1 هم چیه؟ منفی. پس توی دوتا چیه؟ نزولی. ما کار با این داریم و این، میگیم بین این دوتا کلا باید چی باشه؟ منفی باشه و نزولی هم میشه. پس حواستون بین باشه. اما میریم سراغ افزگان. اما بحث افزگان، ببینید توی منفی 1 سوم دیدیم که افزگان میشه صفر. خب قبل از منفی 1 سوم، خب این رابطه افزگان اینه دیگه، 6 x به علاوه 2. قبلش، قبل از ریشه میشه مخالف علامت x، مخالف علامت ضریب x، یعنی 6 مخالف این 6 مثبت، قبلش میشه منفی و بعد این میشه مثبت. خب قبلش منفی یعنی تقاعر رو به پایینه و بعدش مثبت، تقاعر رو به بالا. خب پس ما اینو داریم که این الان منفی x هم نقطه عطف ماست. خب حالا نگاه کنید، پس با توجه به چیزی که گفتیم اینجا میره بالا، اینجا میاد پایین، نتیجه میگیریم. ببین وقتی که میره بالا میاد پایین، یاد بگیرید همیشه وقتی یه فلش رو به بالا بعدی رو به پایینه، برای صعودی نزولی بودن. اینجا صعودی، اینجا نزولی، یعنی اینجا یه ماکسیمم رخ داده بعدش اومده پایین دیگه، افت کرده. پس اینجا نقطه ماکسیمم ماست، اینجا رو به پایینه، اینجا هم رو به پایینه. خب پس اینجا اتفاقی از نظر اکسترموم بودن رخ نداده، ولی اینجا اومده پایین، این ور رفته بالا. خب ببین اینطوریه، نزول کرده بعد صعود کرده، این میشه پایین ترین نقطه، تو میشه چی؟ میشه مینیمم. پس وقتی که چنین اتفاقی رخ میده پایین بالا، این مینیمم رو نشون میده، وقتی میره بالا و پایین، این ماکسیمم رو نشون میده. و این فلش بالا بر اساس مشتق به دست میاد، این فلش پایین هم بر اساس این منفی بودن مشتق به دست میاد. هر وقت مشتق مثبت، فلش رو به بالا صعودیه، و هر وقت مشتق منفی، فلش رو به پایینه، یعنی نزولی. خب حال با توجه به آنچه گفته شد، نمودار تاب فوق را به شکل زیر، نمودار تاب فوق به شکل زیر است. ببینید کجا محور x رو قطع کرده؟ توی منفی 3 و توی 1، اینجا جایی هست که محور x رو قطع کرده. کجا محور y رو قطع کرده؟ توی 3. بعد کجا می شدن ماکسیموم و مینیموم ما؟ ماکسیموم ما کجا رخ داده بود؟ یه لحظه نگاه کنیم به جدول. ماکسیموم ما توی منفی 5 سوم رخ داده و مینیموممون توی 1، توی نقطه به طول 1، یعنی نقطه 1 و 0 اینجا میشه مینیموم، و نقطه منفی 5 سوم و منفی 256 27 که میشه اینجا نزدیکای 10 دهی میشه ماکسیموم ما. و نقطه عطف ما کجاست؟ نقطه عطف ما هم که دیدیم
نقطه‌ای به طول منفی یک سوم و عرض 128 27 هست، یعنی این هولوش میشه. حالا من خیلی خوب نمیکشم، این هولوش میشه نقطه F. ببینید قبل این تقعر رو به پایینه، اینجا تقعر رو به سمت چیه؟ بالا. از اینجا که رد بشید تقعر رو به بالا، قبل این تقعر رو به چیه؟ پایین است. این نقطه نقطه جاییه که این تقریبا این هولوش میشه، تقریبا این هولوش میشه جاییه که جهت برعکس میشه. شما نگاه کنید، مثلا از اینجا میاد اینا همش رو به پایینه، خب بعد از اینجا تاب میخورید میرید رو به بالا. این نقطه نقطه جاییه که جهت تقعر عوض میشه و به همین خاطر بهش میگن چی؟ بهش میگن نقطه عطف. بذارید یه چیزی رو بهتون بگم، حالا شاید دقت نکردید خیلی. ببینید بچه ها، شما اینجا خب میدونید این وقتی که تقعر رو به پایین هست، مماس بر منحنی توی اون نقاط، مماس بر منحنی توی اون نقاط بالاتره. یعنی الان نگاه کنید اینجا هم مماس بر منحنی، تا مثلا اینجا هم من بیام رسم کنم بازم مماس بر منحنی بالاتر میفته تا این هول و هوش. ولی از اینجا به بعد نگاه کن، از اینجا دیگه مماس بر منحنی رو به بالا. دقیقا اون نقطه‌ای که نقطه عطف ماست، خب نقطه‌ای که نقطه عطف ماست یه نقطه‌ای، حالا مثلا تقریبا بذار من اینا رو حذف کنم، نقطه‌ای که نقطه عطف ماست یه نقطه‌ای که مماسش باید به یه چیزی تو این مایه ها بشه، یعنی یه مماسی به این صورت، حالا یا ممکنه کج بشه، یعنی یه طوریه که مماس هم اونور مماسه. ببینید از اینجا بالا مماس میشه، از اینجا پایین مماس میشه، یعنی از این عبور میکنه. پس از نظر مفهومی هم خواستم که این رو یاد بگیرید. پس اومدیم با توجه به اطلاعاتی که توی جدول داشتیم این رو رسم کردیم. اما بریم صفحه بعد، تابع هموگرافیک. خب بچه قبل از این که من اینو بگم، یه نکته درباره آپارات بهتون بگم. ببینید عزیزان، برای کار کردن با آپارات من یک کلیتی رو اینجا بهتون میگم. این چیزی که میگم دارم رو کامپیوتر نشونتون میدم، ولی خب توی گوشی هم برمی صورته. ببینید یه صفحه مرورگرتون رو که باز میکنید میزنید aparat.com. aparat.com آخرش یه خط فاصله 328-19-65. خب اینو که بزنید آپارات من میاد بالا براتون. خب حالا آپارات من یا آپارات هر کی، من این آموزش خود آپاراتو میخوام. ببینید اینجا توی همون صفحه‌ای که میاد توی گوشی هم همینطوره. ببینید اینجا لیست پخش داره، میزنید لیست پخش. خب لیست پخش رو که بزنید ببینید تمام فیلمایی که من تا حالا درست کردم تو آپارات گذاشتم و اینجا هست. ببینید ریاضی 11 انسانی مثلا، مشاهده کل لیست پخش، 10 انسانی، تجربی، حسابان دو، این چیزی که درست کردم. ببین کل حسابان من اینجا گذاشتم، میزنید مشاهده کل لیست پخش زیرش و این مشاهده نگاه کنید، درس 1، درس 2، درس 3، درس 1 فصل 2، درس 2 فصل 2 الی آخر. من الان تا درس 1 فصل 5 رو گذاشتم، الان درس 2 و 3 هم امروز انشالله میزنم، مثلا درس 3 فصل 4 رو میزنم. خب اینو که بزنید اینجا آپارات میاره بالا براتون و اینجا شروع میکنه به تدریس. بعد ببینید عزیزان، برای دانلود کردن این اگه بخواید دانلودش کنید، اینو میزنید فلش پایین زیرش، اینو میزنید و بعد اینجا اینو زدید، شما میایید پایین ببینید با کیفیت‌های مختلف هست. این کیفیت آخری از همه بیشتره، 1080 یعنی فول اچ دی، این 720 یعنی اچ دی، 480 هم خب دیگه اینا کیفیت‌های پایین‌تری هستن. ولی از برای نمایش دادن توی گوشی از 360 متوسطه، 480 خوبه، از این بالاتر هم که همه خوبن. مثلا من کیفیت 720 پی رو میزنم، ببین میاره توی صفحه اینطوری، وقتی که بزنید میارهش توی صفحه اینطوری. بعد خب شما میخواید دانلود کنید دیگه، کاری با این ندارید، این گوشی صفحه این سه نقطه رو میزنید نوشته دانلود بالا، این دانلود رو که بزنید نگاه کنید الان این گوشی شروع کرد به دانلود کردن. خب من نمیخوامش، پس دانلود رو متوقف میکنم. توی گوشی هم دقیقا همین اتفاق رخ میده. خب بعد از این توضیحاتی که درباره آپارات دادم بریم سراغ ادامه داشت. اون توضیحات لازمه برای خیلی از بچه‌ها بلد نیستن کار کنن، هی میگن آقا
شما فیلم بقیه فیلم آموزشیتون کجا؟ خواستم که اینو ببینید که بدون کل فیلم آموزشی رو درست کردم. خب اما تابع بعدی که اینجا معرفی کرده و خیلی مهمه، تابع هموگرافیک هست. تابع fx مساوی ax به علاوه b به روی cx به علاوه d را که در آن c مخالف صفر است تابع هموگرافیک می‌نامیم. چرا c مخالف صفر؟ خب اگر c مثلا صفر باشه این کلا میشه صفر و این میشه ax به علاوه b به روی d. خب این میشه ax a به روی d در x به علاوه b به روی d، این میشه همون تابع درجه یک. پس سی باید مخالف صفر باشه، حواستون باشه سی وقت صفر نیست برای اینکه هموگرافیک باشه، و اینکه ایکس هم نمیتونه چی باشه؟ ایکس هم نمیتونه منفی دی به روی سی باشه. چرا؟ چون اگه اینو صفر بدید سی ایکس به علاوه دی مساوی صفر باشه، دی میره اونور، سی ایکس میشه منفی دی، دو طرف رو که به سی تقسیم کنید x میشه منفی دی سیوم، یعنی به ازای x مساوی منفی دی سیوم cx میشه چی؟ cx به علاوه دی میشه صفر، مخرج صفر میشه. ما میدونیم هیچ وقت مخرج صفر نیست، پس این شرط هم باید داشته باشه، x مخالف منفی دی سیوم هست. برای چی؟ برای دامنش، حواستون باشه. وگرنه یعنی شرط خود هموگرافیک بودن فقط اینه که c مخالف صفر، ولی دامنش، توی دامنش x باید مخالف منفی دی سیوم باشه. اگر C مساوی صفر و D مخالف صفر باشه، معادله این تابع به این صورت آدیوم در X به علاوه بیدیوم تبدیل می شود که معادله یک خط راست است. و اگر C مخالف صفر و D مخالف صفر باشه و A به روی C مساوی B به روی D باشد، این تابع به یک تابع ثابت تبدیل می شود. حواستون باشه، این خیلی مهمه این نکته. بعضی جا بهتون سوال میدن چیکار کنیم که این تابع هموگرافیک به یک تابع ثابت تبدیل بشه. اگر A به روی C مساوی بشه با B به روی D، مثلا چطوری؟ مثلا داشته باشید 2x به علاوه یه به جا B مثلا 3 بذارم، 2x به علاوه 3 به روی مثلا 4x به علاوه 6. نگاه کنید الان 2 چهارم مساوی 3 ششم، دو تا میشه 1 دوم، درسته؟ نسبت A به C میشه 2 چهارم، نسبت B به D هم میشه 3 ششم، اینا با هم برابرن. این اگر fx باشه این تبدیل میشه به تابع ثابت. چطوری؟ شما بیاید توی مخرج از یه دو فاکتور بگیرید، اینو از یه دو فاکتور بگیرید میشه 2 در 2x به علاوه 3، 2x به علاوه 3 با هم ساده میشن، این مساوی 1 دوم میشه، این میشه 1، اینم مخرجش هم که میشه 2 میشه 1 دوم. یعنی 2x به علاوه 3 به روی 4x به علاوه 6 با تابع ثابت 1 دوم برابره، با این شرط که x چی باشه؟ x مخالف منفی 2 سوم. چرا؟ چون این مخرجه نمیتونه صفر باشه، به تابع ثابت تبدیل میشه ولی x مخالف منفی 2 سوم. حواستون باشه اگر بهتون دادن آیا این با fx مساوی 1 دوم برابره، اینا با هم برابر نیستن، با مثلا این جی ایکس باشه، این اگر جی ایکس مساوی 1 دوم باشه، بگن آیا جی ایکس مساوی 1 دوم با این برابره؟ شما میگید چی؟ این جی ایکس با اف ایکس برابر نیست. چرا؟ این میشه 1 دوم، این میشه 1 دوم، ولی دامنه هاشون با هم برابر نیستن. دامنه این باید آر، دامنه این میشه چی؟ دامنه این هست آر دامنه جی، ولی دامنه F چیه؟ دامنه F هست R منهای چی؟ منهای منفی دو سوم. منفی دو سوم که ریشه مخرجه رو باید حذف کنی، بعد ساده سازی انجام میده. پس حواستون به این نکته باشه. پس این تابع ثابت میشه ولی مخرجش رو باید، شما باید X رو مخالف منفی دی سیوم قرار بدید. پس این نکته رو هم داشته باشید. اما یه نکته دیگه که گفته بچه ها، اینم از بحث مشتق، اگر که شما از بحث مشتق با ما همراه بودید، در رسم نمودار تابع هموگرافیک توجه داریم که حد AX به علاوه به روی CX به علاوه دی وقتی X میره به سمت مثبت منفی بیناید. ببینید وقتی X میره به مثبت منفی بیناید، تمام بزرگترین درجه رو میگیریم، بقیه رو حذف میکنیم. پس اینجا بزرگترین درجه AX میگیریم، اینم CX میگیریم، اینا چی میشن؟ بی و دی حذف میشن. خب اینجا هم AX به روی CX هست، X ها با هم میرن میشه چی؟ CA سیوم. پس حواستون باشه اینو با توجه به چیزی که توی مشتقای ببخشید توی حد در بی‌نهایت خوندیم،
با استفاده از اون میگیم که این میشه آب روی سی. بنابراین وای مساوی آسیون مجانب افقی این تابع است. خب معلومه دیگه، وقتی که این میره به سمت مثبت منفی بینهایت مقدار میشه آسیون، یعنی مجانب افقی چیه؟ آسیوم هست. همون چیزی که جلوتر هم اشاره کردم، گفتم وقتی تابع میره به سمت مثبت بینهایت یا منفی بینهایت، بعضی وقتها به یه عددی محدود میشه که این برای تابع هموگرافیک آسیوم هست. و اگر که شما ایکس رو بدید به سمت منفی دیسیوم، همون منفی دیسیومی که بهتون گفتم، چیزی که مخرج رو صفر میکنه، اگر این رو بدید به منفی دیسیوم، این مخرج میشه صفر مثبت، میشه صفر، حالا یا صفر مثبت یا صفر منفی. با توجه به علامتی که صورت این داره توی منفی دیسیوم، این یا میشه مثبت بینایت یا منفی بینایت. در هر دو صورت این میشه چی؟ میشه یک مجانب قائم. پس x مساوی منفی دیسیوم مجانب قائم این تابع است. پس این تابع یک مجانب قائم داره و یک مجانب افقی. بریم سراغ مثال. میگه جدول تغییرات و نمودار تابع fx مساوی x به علاوه 2 بروی x منهای 1 را رسم کنید. خب اما مثال میگه جدول تغییرات اینو رسم کنید، حلش و نمودارش هم خواسته. حل رو نگاه کنید. اولا دامنه این تابع چیه؟ آر منهای 1. خب مخرج باید مخالف صفر باشه دیگه، x منهای 1 بدید صفر، x میشه 1، آر منهای 1 میشه دامنش. داریم حد fx توی مثبت منفی بینهایت مساوی 1. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه مجانب افقی y مساوی 1. از طرفی توی 1 مثبت این میشه مثبت بینهایت، توی 1 منفی میشه منفی بینهایت. پس x مساوی 1، خب معلومه ریشه مخرج دیگه، x مساوی 1 مجانب قائم نمودار این تابع است. همچنین نمودار تابع محورهای مختصات را در نقاط 0 و منفی 2 و منفی 2 و 0 قطع می‌کند. x رو بدید 0 این میشه منفی 2، y رو بدید 0 هم مقدار x رو به دست بیارید می‌بینید میشه منفی 2. پس x 0 باشه y میشه منفی 2 و x منفی 2 باشه y میشه 0. پس محورهای مختصات رو تو این دو تا نقطه قطع می‌کنه. اکنون با گرفتن مشتق از تابع خواهیم داشت f بریم میشه منفی 3 به روی x منهای 1 به تعادل، میدونیم که x مخالف 1 هستون باشه. خب و بنابراین مشتق به ازای هر x در بازی، از ببینید دو تا بازی داریم چون توی یک تعریف نشده است، ما باید اینو دو قسمت کنیم، حواستون باشه. توی بازی از منفی بینهایت تا 1 و توی بازی از 1 تا مثبت بینهایت، این همواره چیه؟ منفیه. چرا؟ چون این که مثبته، توی ایکس های مخالف یکی همیشه مثبته چون به توان دوه، صورت هم همیشه منفیه، پس میشه منفی در مثبت، منفی در مثبت هم میشه منفی. پس این همیشه مقدار اف بریم همه جا منفیه، حواستون باشه. این تابع هم از منفی بینایت تا یک منفیه و هم از یک تا مثبت بینایت همواره منفی است و لذا تابع اف در هر کدام از این بازه ها نزولی است. حال با گرفتن مشتق دوم خواهیم داشت، مشتق دوم بیاید مشتق صورت، خب میشه صفر در مخرج میشه x منهای 1 به توان 2، مشتق صورت در مخرج خوبیشیم هیچی، مشتق مخرج میشه 2 تا x منهای 1 به روی مخرج به توان 2، x منهای 1 به توان چند؟ x منهای 1 به توان 2 به توان 2 برسه میشه به توان 4. این 2 در یه منفیه 3 هم باید ضرب بشه، مشتق این در منفی 3 هم که ضرب بشه میشه منفی 6، مشتق مخرج در صورت میشه منفی 6 در این. حالا اینا رو با هم ساده کنید، x منهای 1 میشه 1، میشه x منهای 1 به توان 3، پس به این صورت میشه. البته یه نکته هم یادمون رفت، ببین مشتق صورت 0 در مخرج چیشه؟ منهای مشتق مخرج که میشه 2x منهای 1 در صورت منفی 6 در x منهای 1 میشه، این منفی در منفی میشه چی؟ مثبت. پس کلا به این صورت. حالا من خواستم فقط توضیح بدم که این چطوری به دست اومد، خود کتاب کامل نوشته. میشه 6 در x منهای 1 به روی x منهای 1 به توان 4، میشه 6 به روی x منهای 1 به توان 3، بازم x مخالف 1، یعنی توی 1 ما برای این هیچ حرفی نداریم. اما این میدونید که این هیچ وقت صفر نمیشه و ما هر ایکسی که
با توجه به این یک، هر ایکسی که بدیم که از یک بزرگتر باشه، مثلا دو بده، دو منا یک میشه یک، یک به تانسه میشه یک، مخرج مثبت، صورت هم مثبت میشه مثبت. برای همه ایکس های بزرگتر از یک این مثبته، برای همه ایکس های کوچکتر از یک مخرج منفی، صورت مثبت میشه منفی. پس برای هر ایکس در بازی از منفی بینایک تا یک، از منفی بینایک تا یک داریم افزگان ایکس کوچکتر از صفر. خب قبل از منفی گفتم، لذا تقار منفی سمت پایینه. برای هر ایکس در بازی از یک تا مثبت بینایت داریم افزگان بزرگتر صفر، لذا تقار منحنی رو به سمت بالاست. جدول رفتار تابع به این صورته. دقت کنید بچه. پس ببینید، قبل از یک تقار رو به پایینه چون منفی میشه، و بعد از یک تقار رو به بالا چون مثبت میشه. حالا میام جدول براش رسم میکنیم. خوب توجه کنید، یه نکته مهم داره اینجا. از منفی بینایت تا مثبت بینایت نقاطی که ما به دست آوردیم منفی 2 0 و 1 هست. خب توی منفی 2 مقدار وای میشه 0 و توی 0 مقدار وای میشه منفی 2. توی 1 ما میدونیم که توی یک نه وای تعریف شده است، نه وای پنی و نه وایزگان. خب اما ما میدونیم که بعد از یک تقعر رو به بالا، افزگان مثبته، درسته؟ افزگان مثبته، پس بعد از این مثبت، قبل از یک منفیه، تقعر رو به پایینه. و مشتق میدونیم همه جا منفیه، پس همه جا این نزولیه. نگاه کن، مشتق منفیه، این نزولی، منفی نزولی، منفی نزولی، منفی نزولی. اما یه نکته مهم دوروبر یک داریم. ما توی سمت چپ یک، یعنی وقتی که ایکس داره میاد به سمت یک از چپ، وای میشه منفی بی‌نهایت. پس ببینید، نگاه کنید، حد این تابه تابه چی بود؟ بذارید بیارمش. ایکس به علاوه 2 بروی ایکس منها 1، x به علاوه 2 بر روی x منها 1. وقتی x میره به سمت 1 از سمت چپ، خب مخرج میشه چی؟ میشه 0 منفی، صورت هم که 3 مثبته، مثبت در منفی میشه منفی بینایت. پس ببینید، وقتی از سمت چپ به 1 نزدیک میشید این میره منفی بینایت، وقتی از سمت راست میایید به 1 نزدیک میشید مخرج میشه 0 مثبتی، میشه مثبت بینهایت. پس از سمت راست این بیاد به 1 نزدیک بشه، مقادیر x از سمت راست بیاد به 1 نزدیک بشه، مقادیر f(x) میرن به سمت چی؟ مثبت بینهایت، میرن بالا. و از سمت چپ بیاید نزدیک بشین، مقادیر f(x) میرن به سمت منفی بینهایت، یعنی تابع به این صورت میشه. پس این دوتا نکته رو دقت کنید با توجه به چیزی بود که ما توی صفحه قبل هم به دست آوردیم. اینجا حد فیکس توی یک مثبت مثبت بینایت، توی یک منفی میشه منفی بینایت. با توجه به این میریم سراغ رسم شکل. با توجه به اطلاعات این جدول میتوان نمودار رو رسم کرد. خب ببینید، توی یک که ما مجانب افقی داریم، توی یک مجانب قائم، مجانب ببخشید قائم داریم اینجا، و اینجا مجانب افقی داریم. خب حالا میام چیکار میکنیم؟ میام چند تا از این نقاط رو به دست میاریم. این دوتا نقطه رو که داشتیم، منفی 2 و 0 و 0 و منفی 2، اینو به این صورت به هم وصل میکنیم. و این ورم میام یه دو سه تا نقطه میدیم، مثلا 4 بدیم. خب رابطمون هست چی؟ رابطمون هست x به علاوه 2 بروی x منها 1 دیگه، x به علاوه 2 بروی x منها 1. به جای x بدید 4، میشه 4 به علاوه 2 6، 4 منها 1 هم 3، میشه 2. x رو بدید 4، y میشه 2، x رو مثلا بدید 2، 2 به علاوه 2 میشه 4، 2 منها 1 هم میشه 1، میشه 4 1 و مساوی با 4. x 2 باشه وایش میشه چند؟ 4. کافی این دوتا رو هم مثل این دوتا نقطه که اینجا داشتید به هم وصل کنید و از دو طرف چیکار کنید؟ ادامه بدید. پس برای تکمیل این میایم چیکار میکنیم؟ از نقطه گذاری استفاده میکنید. مثال بعدی، جدول تغییرات و نمودار این تابع رو رسم کنید. باز هم همون کاری که بالا انجام دادیم و اینجا انجام میدیم. در اولین اقدام دامنه رو به دست میاریم. دامنش خب مخرج صفر، خب میشه گفتم منفی دیسیوم منفی 1 بروی منفی 2 میشه 1 دوم. پس باید دامنه رو بخوایم با آر رو منها 1 دوم کنیم. خب این دامنه. خب حالا میایم حد دو توی مثبت منفی بینایت به دست میاریم که میشه منفی 2 سوم، منفی 3 دوم ببخشید.
توی مثبت منفی بودن اینا از بین میرن، یه سه میمونه، یه منفی دو میشه منفی سه دوم، و پس وای مساوی منفی سه دوم میشه مجانب افقی. اینو داریم، این تاب است. از طرفی میایم اینو میفرستیم به سمت منفی یک دو، به سمت یک دوم از راست و چپ ریشه مخرج. از راست بفرستیم میشه منفی بیناد، از چپ بفرستیم میشه مثبت بیناد. میخواید مقدار دهی کنیم ببینیم. ببینید اگر من حد این رو 6x به علاوه 4 به روی منفی 2x به علاوه توی یک دوم از سمت راست به دست بیارم، یک دوم از راست ببینید میشه منفی 2 در یک دوم مثبت. یک دوم مثبت یعنی عدد بیشتر از یک دوم. خب وقتی که این بشه منفی 1، منفی 1 از چپ میشه. چرا؟ براتون میگم. ببینید اینجا یک دوم از راست یعنی چی؟ یعنی x بزرگتر از یک دوم، درسته یا نه؟ منفی یک دوم از راست یعنی بزرگتر از یک دوم. این اگه در منفی 2 ضرب بشه، کل این در منفی 2 ضرب بشه، در منفی که ضرب بشه جهت نابرابری عوض میشه. پس این میشه منفی 2x کوچکتر از منفی 2 در یک دوم، میشه منفی 1. منفی 2x ما کوچکتر از منفی 1. پس منفی 2x ما که کوچکتر از منفی 1، ببینید اینجاست مثلا منفی 1 باشه، کوچکترش میشه یه جای اینورا به سمت صفر نمیاد، میشه بین منفی 2 و منفی 1. خب اینو اگه بیارید با 1 جمع کنید، پس این میشه منفی 1 از چپ. اینو بیارید با منفی 1 جمع کنید، یه عددی از صفر کوچکتر میشه، صفر منفی. پس ببینید اگه من بیام منفی 2x رو به اضافه 1 کنم، اینم به اضافه 1 کنم، این میشه صفر. منفی 2x به علاوه 1 از صفر کوچکتره، پس مخرج میشه صفر منفی. صورت هم که عدد مثبته، نمیدونم چنده، 4 به علاوه میشه 5 و نیم، میشه مثبت در منفی میشه منفی بیناید. پس این نکته رو من اینجا یادآوری کردم بهتون. حالا شما دقیقا همین کار رو اگه بخواید از سمت راست انجام بدید، یعنی مشتق، ببخشید، حد این رو حد 3x به علاوه 4 به رو منفی 2x به علاوه 1، وقتی x میره به سمت 1 دوم از سمت چپ بخواید به دست بیارید، خب یعنی x کوچکتر از 1 دوم. اگه اینو در یه منفی 2 ضرب کنید میشه منفی 2x بزرگتر از 1. بعد اینو باید به اضافه 1 کنید، به اضافه منفی 1، دو طرف رو به اضافه 1 کنید، این منفی 1 بود، دو طرف رو به اضافه 1 کنید میشه 0. منفی 2x به علاوه 1 بزرگتر از 0، پس مخرج میشه چی؟ میشه 0 مثبت. خب مثبت در مثبت میشه مثبت بیناید. پس اینجا توی یک دوم از سمت راست میشه منفی بیناید، توی یک دوم از سمت چپ میشه مثبت بیناید، به این دلیلی که خدمتتون عرض کردم. خب لذا x مساوی 1 دوم مجانب قائم این تابع است. همچنین نمودار در نقاط 0 و 4 و منفی 4 سوم و 0 میبرای مختصات رو قطع میکنه. x رو بدید 0، این 0، این 0، اینا خط میخورن، میشه 4 1 و میشه 4. پس اگر x 0 باشه این میشه 4. اما بعدیش میاد چیکار میکنه؟ میاد y رو میدید 0. y رو بدید 0، یعنی به جای 0 بذار 0، مساوی میشه با 3x به علاوه 4 به روی منفی 2x به علاوه. ببینید اگه قرار 0 باشه کاری ما با مخرجش نداریم، صورت باید 0 باشه. وقتی که یک کسر 0 مخرجش اصلا کاری نداریم، صورتش حتما 0. پس 3x به علاوه 4 رو میدید 0، از اینجا x میشه منفی 4 سوم. در واقع نقطه برخورد با اگر که رابطه کلیش این بود دیگه، بود fx مساوی ax به علاوه b به روی cx به علاوه d، محل برخورد با محور y میشه کجا؟ محل برخورد با محور، ببخشید، محل برخورد با محور x، محل برخورد با محور x میشه نقطه ای به طول منفی 4 سوم و منفی، ببخشید، بی آم، حواستون باشه، منفی اینجا شده 4 سوم، من کلی گفتم، میشه منفی بی آم نقطه به طول منفی بی آم و عرض 0. محل برخورد با محور x، محل برخورد با محور
محل برخورد با محور وای هم کجاست؟ محل برخورد با محور وای هم نقطه‌ای به طول صفر و عرض بیدیوم هست. پس این هم محل برخورد با محور وای. من اینا رو بهتون میگم ها، ولی این نکات رو بچه شما با توجه به سوال سریع باید بفهمید. پس اگر خواستید بفهمید کجا محور طول رو قطع کرده، محور ایکس رو کجا قطع کرده، سریع میایید به جای این میذارید صفر، یعنی این میشه منفی 4/3 محل برخورد با محور ایکس. محور وای کجا صفره؟ خب به جای ایکس صفر بذارید، این میشه 4، میشه 4 یکم، میشه چند؟ 4. پس من اومدم اینجا اینا رو هم براتون توضیح دادم که متوجه بشین، این نکته ها رو هم پاک نمی کنم. خب پس محل این محل برخورد با محورهای مختصات. خب میایم مشتق میگیریم. مشتق اینو که بگیریم، مشتق صورت میشه 3 ضرب در مخرج منفی 2x به علاوه 1. مشتق مخرج منهایه، مشتق صورت ضرب در مخرج منهای، مشتق مخرج میشه منفی 2 ضرب در صورت که میشه 3x به علاوه 4 تقسیم بر مخرج به توان 2 منفی 2x به علاوه 1 به توان 2. خب اینو میایم ساده میکنیم، 3 تا منفی 2x میشه منفی 6x، 3 تا 1 هم میشه 3 تا، اینجا منفی در منفی میشه مثبت، 2 تا 3x میشه 6x، 2 تا مثبت 4 هم میشه مثبت 8. 6x با منفی 6x قد میخوره، 8 تا و 3 تا میشه 11 تا، میشه 11 برای مخرج و توان 2. بعضی وقتا مغزم از زبونم جلوتر عمل میکنه دیگه، زبونم گیر میکنه. خب دقت کنید که اینجا x مخالف 1/2، چرا؟ چون مخرج نباید صفر باشه، گفتیم دامنه میشه آر منهای 1/2. این دقیقا برای مشتق هم صدق میکنه، توی مشتق هم x نباید 1/2 باشه، پس x مخالف 1/2 است. میریم سراغ حالا فعلا اینو اومده کتاب تحلیل کرده، میشد اول مشتق دوم گرفت بعد دوتا رو با هم تحلیل کرد. البته تحلیل جداگونه هر مشتق یه مزیت بزرگ که داره اینه که شما چیزی رو فراموش نمی کنید، یعنی دیگه کامل این مشتق رو بررسی می کنید. بنابراین مشتق این تابه، ببینید مخرج که به توان 2 مثبت، صورت مثبت، خب مثبت در مثبت هم میشه مثبت، پس مشتق همیشه مثبته، یعنی این تابع همیشه صعودیه تو بازه‌هایی که تعریف شده. خب دو تا بازه داری، بازه از منفی بینن میاره تا 1/2، گفتیم وقتی یه جای تعریف نشده است باید اون بازه رو جدا کنیم، باید بازه‌های قبل و بعد اون رو جدا کنیم. پس از منفی بینات تا 1/2 این صعودیه، از 1/2 تا مثبت بینات هم بازم چیه؟ صعودیه. بنابراین نگاه کنید، بنابراین مشتق به ازای هر x در بازه‌های منفی بی‌نهایت تا 1/2 و 1/2 تا مثبت بی‌نهایت هموار مثبته، در نتیجه تابع f در هر کدام از این بازه‌ها صعودیه. حال با گرفتن مشتق دوم خواهیم داشت، حالا از این بیایم مشتق دوم بگیریم. خب بازم باید مشتق صورت در مخرج که میشه 0، مشتق مخرج در صورت میشه 22 تا منفی 2x به علاوه 1، منفی 2x به علاوه 1، البته مشتق این هم که بگیریم میشه منفی 2 ضرب در این بشه میشه 44، منفی 44. بعد مشتق مخرج در صورت یه منفی پشتشه، مشتق صورت در مخرج میشه 0 منهای مشتق مخرج، مشتق مخرج مشتق داخلش میشه منفی 2 ضرب در این 2 میشه 4 ضرب در از توان یه دونه کم کن منفی 2x بله به روی مخرج به توان 2 منفی 2x به علاوه 1 به توان 2 به توان 2 برسه باز میشه به توان 4. پس ببین به توان 2 به توان 2 دیگه، این به توان 2 مخرج به توان 2 باید برسه برای مشتق دوم، این چون دو تا دو بار به توان 2 برسه میشه به توان 4. خب این با این ساده میشه و اینم منفی در منفی میشه مثبت، میشه 44 به روی منفی 2x به علاوه 1 به توان 3. خب ببینید عزیزان، اینجا صورت مثبته، مخرج بر اساس 1/2 تغییر میکنه. چطوری تغییر میکنه؟ حواستون باشه 1/2 که بذارید توی 1/2 صفره، قبل 1/2 مخالف علامت ضریب x، مخالف این یعنی مثبته، بعد 1/2 موافق علامت اینه منفیه. پس نتیجه میگیریم قبل از 1/2 تقعر رو به بالا، بعد 1/2 تقعر رو به
پایینه. اینا رو الان چون توی مثال حل کرده من دیگه اینطوری بی‌نظم دارم بهتون میگم. پس حالا بریم سراغش، نگاه کنید بچه‌ها. میگه بنابراین مشتق به ازای هر x در بازه‌های منفی 1 و خب اینو که گفتیم پایین f f زگان شده 44 بروی منفی 2x به علاوه 1 به تماس و x بازم مخالف 1 نوم. خدمتتون عرض کردم دیگه، گفتم x برای هر تعداد مشتق بخواید بگیرید مخالف 1 نوم. بنابراین برای هر x در بازی از منفی بینایت تا 1 دوم داریم f زگان مثبته، گفتم چرا، لذا تقاور مانندی به سمت بالا. برای هر x در بازی از 1 دوم تا مثبت بینایت داریم f زگان کوچکتر از 0، لذا تقاور منحنی به سمت پایین. حواستون باشه بچه ها، یه وقت قاطی نکنید فکر کنید الان 1/2 شده نقطه عطف، 1/2 نقطه عطف نیست، درسته تقاور یه جا رو به پایین، بعدش هم رو به قبلش رو به بالا، بعدش رو به پایینه. برای سال قبلی هم همینطور بود، توی 1/2 این تعریف نشده است، اصلا مشتق نداره. در صورتی که ما گفتیم برای اینکه نقطه عطف باشه باید در اون نقطه چی داشته باشه؟ باید در اون نقطه مماس داشته باشه، ولی ما اصلا اینجا توی این نقطه تعریف شده نیست که مشتق داشته باشه و بعد توی اون مماس هم، خب مشتق میشه هم مماس دیگه، پس اصلا تعریف شده نیست توی 1/2 که مشتق داشته باشه. پس حواستون باشه به این دلیل 1/2 نقطه عطف نیست. خب نقاطی که به دست آوردیم اینا دیگه، منفی 4/3 ایکس هایی که به دست آوردیم، برای جایی که وای صفر میشه این میشه منفی 4/3، جایی که ایکس صفر میشه هم که نوشتیم وای میشه 4، و توی 1/2 هم که گفتیم تعریف نشده است. خب گفتیم بعد از 1/2 گفت کلا مشتق که همه جا مثبت بود، یعنی همه جا سعودیه، نگاه کنید، و قبل از 1/2 گفتیم تقاعد رو به بالاه، چرا؟ چون مقدار افزگان مثبته، و بعد از 1/2 گفتیم تقاعد رو به پایینه چون افزگان منفیه. و نکته بعدی این که این بره سمت مثبت بینایت میرسه به منفی 3/2، بره به سمت منفی بینایت هم میرسه به منفی 3/2، چیزی که توی جدول قبلی من یادم رفت براتون توضیح بدم، توی این یکی جدول اینجا وقتی داشت میرفت به سمت مثبت بینایت این میل میکرد به 1، اینجا از منفی بینایت که میومد از 1 میومد. پس حواستون در واقع میرفت به سمت منفی بینایت میرفت به 1 نزدیک میشه، اینو اینجا نگفته بود، خب حالا بهتون گفتم. حالا اینجا بره سمت مثبت بینایت میرسه به منفی 3/2، بره به سمت منفی بینایت باز میرسه به منفی 3/2، چرا؟ چون بهتون گفتیم اینجا گفتیم که حد fx توی مثبت و منفی بینایت میشه منفی 3/2، چون اینا که خط میخونن 4/1 میمونه 3 و منفی 2x هم با هم ساده میشن. خب بنابراین خب پس اینم منفی 3/2. بعد توی 1/2 بچه ها اینجا البته بد نوشته، قبل از 1/2 گفتیم چیه؟ وقتی که میره به سمت 1/2 از سمت راست میشه منفی بینایت، میره به سمت 1/2 از سمت چپ میشه مثبت بینایت. پس اینجا میشه مثبت بینهایت و اینور میشه چی؟ منفی بینایت. بعد از 1/2 از منفی بینایت میاد بالا که سعودی میشه. میگه با توجه به اطلاعات این جدول با کمک چند نقطه کمکی میتوان نمودار این تابه را رسم کرد. نقاط کمکی مثلا چی میدونم، برای این تابه شما نقطه کمکی بخواید بدید مثلا چی میدونم، اگر شما بیاید x رو بدید 1 این میشه 7 به روی منفی 1 میشه منفی 7، پس نقطه 1 و منفی 7 یکی از نقاطی که میتونید ازش استفاده کنید دیگه. مثلا اگر 2 3 4 5 مثلا اگه بیاید 2 هم بهش بدید، 3 2 تا 6 تا 4 تا 10 تا، نقطه به طول 2 10 تا، منفی 2 در 2 میشه منفی 4، به اضافه 1 میشه منفی 3 میشه منفی 10 سوم. این هم یه نقطه دیگه که مثلا چند تا نقطه دلخواه همینطور بهش میدیم از سمت مثبت همینطور، پس میاد به این صورت رسم میشه. دقت کنید که الان اینو خوب نیفتاده، x مساوی 1/2 چیه؟ این مماس قائم هست و ببخشید مجانب قائم هست
و وای مساوی منفی 3/2 مجانب افقی هست. و خب اومدیم چند تا نقطه هم که داشتیم اینجا میدونستیم توی 4 و توی وای مساوی 4 x 0 دیگه میدونستیم که توی منفی 4/3 وای میشه 0. اینو راحت میتونستیم رسم کنیم. این برم یه دو سه تا نقطه به سمت مثبت همونطوری که بهتون گفتم دو سه تا نقطه هم از این ور بهش میدیم که مثلا توی چند گفتم توی یک این میشه منفی 7، البته اینجا نشون نداده، توی یک میشه منفی 7، حالا توی مثلا دو میشه منفی چند گفتم نوشتم براتون، توی دو میشه منفی 10/3 میشه منفی 3 خوردی، توی دو میشه منفی 10/3. اینجا میبینید اومدیم یه دو سه تا نقطه دادیم، بر اساس اون دو سه تا نقطه این قسمت رو هم رسم کردیم. خب صفحه بعد تمرینه. موفق باشید بچه ها، در پناه خداوند بزرگ.